در واقع نگاه به امامان گاهی نگاه ثبوتی است، یعنی ماوراییه، یعنی امام دارای علم لدن نیست، کائنات از او حمایت میکنن، فرشتگان از او حمایت میکنن، اعمال و رفتار و گفتار او همان چیزی است که خداوند به او دستور داده. اما یک نگاه، نگاه اثباتی است یا نگاه تاریخی به داستان هست که ما معمولا این نگاه ها رو کمتر در بین معتقدین شیعه و به خصوص روحانیون، مداحان و نوح خانان میبینیم. در این میانه ذکر زندگی حسین گاهی شبیه به مسیح هم میشود، یعنی همان گونه که مسیح بر روی صلیب از تشنگی و آتش گله میکنه و خواستار آبی است، حسین هم شبه مسیح میشه، او هم تقاضای آب میکنه، در حالی که گزارشات تاریخی نشان میدهد که در کربلا نه حسین بی آب بود و نه آنقدر مشکلی داشت که بخواهد تقاضای آب بکنه. ما این موارد رو ذکر کردیم و از شرح اون در اینجا استنکاف میدیم. دوستان میتوانند به وقایعی که در مورد عاشورا به اون پرداختیم نگاه. بنابراین معتقدین سعی کردن از حسین یک چهره ماورایی بسازن و شاید هیچ شخصیتی همانند حسین در نزد شیعیان معتقد تا بدین جا برکشیده نشد، یعنی از طرفی شبیه به مسیح می شود و از طرف دیگر برای او اموری رو ذکر می کنند که فلسفه قیام او و نوع رفتار او با آن همخوانی ندارد. حسین بارها تقاضای بازگشت میکنه، یعنی میگوید وقتی من رو مردم کوفه نمیخواهند حاضرم از جایی که از آنجا آمده ام برگردم. خب این با فلسفه امر به معروف نهی از منکر، فلسفه امامت و از طرف دیگر با علم لدنی او مغایرت داره. او اگر میدانست که مشیت خداوند بر این هست که در کربلا کشته بشود، نیازی نبوده که مسلم ابن عقیل رو نخست بفرسته تا از او و کوفیان دیگری که اونجا بودن خبر بیعت رو بگیره، سپس با توجه به نامه مسلم که به دست او میرسه حرکت بکنه. بعد از اینکه بدانجا رسید و سپاه حر ابن یزید و سپس عمر سعد رو دید، تقاضای بازگشت به مکه رو مطرح بکنه. خب اینها وقایعی نیست که با جنبه اعتقادی داستان همخوان باشه، اما خب شیعیان معتقد بنابر همان مقاتل این موارد رو برجسته میکنه. برخی هم بودند که رفتار یزید و نوع حرکت حسین رو بر خطا دانستن. ابن عربی، غزالی و ابن تیمیه رو ما میتوانیم از این افراد نام ببریم، کسانی که معتقد بودن حسین بر خلیفه مشروع و قانونی و شرعی زمان خودش قیام کرد و قیام او بر خطا بود. به هر حال با شدت و کاستی این افراد هم انتقاداتی بر حسین داشتن، ضمن اینکه یزید رو بالکل تأیید نکردن، اما معتقد بودن قیام حسین بر خطاست. بعدها اندکی قبل از حکومت صفویه، مقتل نویسی وارد یک حوزه دیگری می شود. در واقع با نوشتن کتاب روزت الشهدا از ملا حسین واعظ کاشفی، تحریفات گسترده‌ای وارد داستان حسین و کربلا می شود. با توجه به اینکه نام این کتاب روزت الشهدا بود، بسیاری از افرادی که در مجلس عزاداری حسین می نشستند این کتاب رو روخانی می کردند. به همین دلیل مجالس اونها به روزخانی معروف شد، یعنی کتاب روزت الشهدا رو می خوانند و با آن می گویند روزخانی. ملا حسین واعظ کاشفی با توجه به اینکه در سبزوار به دنیا آمد و نام او هم حسین بوده، به نظر می رسد که اهل تشیع باشد، هرچند تعلقاتی هم به فرقه صوفیان نقشبندی هم داشته. این کتاب روزت الشهدا بعدها توسط افراد دیگر حتی به شعر و نظم هم در آمد، مثل ندایی نیشابوری در حدود سال 928 این کتاب رو به شعر هم در آورد با عنوان مشهد الشهدا. حتی بعدها این کتاب به ترکی هم ترجمه شد توسط بغدادی و به نوعی گسترده شد، یعنی تحریفات واقعی عاشورا توسط این کتاب که خب
به نوعی نگارش یافته بود که هم می توانستند بخوانند، هم می توانستند عواطف و احساسات رو تحریک بکنند. برای همین ترجمه این کتاب نشان می دهد که این کتاب مورد مقبولیت قرار گرفت، اما پر از تحریفات بود. بعدها هم افرادی مثل ملا آقا دربندی و دیگران هم آمدند. به مبانی به این تحریفات اشاره کردیم که حتی واکنش افراد و روحانیونی مثل مطهری رو هم برانگیخت که در جلسه اول ما به اون پرداختیم. در مورد زنانی مثل زینب و سرنوشت او هم کتابهایی نوشته شد، مثل اخبار و زینبیات که یحیی بن حسن عرجی این کتاب رو نوشت و معتقد بود زینب در مصر درگذشته. به هر حال تاریخ ارتحال زینب رو هم در حدود سال 62 ذکر کرد، هرچند نمیتوانیم نقش فاطمیون یا حکومت فاطمیون مصر رو که خود رو منتسب به فاطمه میکردن هم مخفول قرار بدیم. آنچه که در تواریخ آمده، مراسم عزاداری برای حسین، خب طبیعی است ما اگر دقت بکنیم میبینیم بعد از مرگ حسین خانواده او برای او عزاداری های بسیار ساده ای کردند. بعدها توابین رو ما میبینیم که برای حسین، یعنی زمانی که حرکت میکنن برای قیام و حرکت به سوی شام که در عین الورده کشته میشوند بسیاری از اونها، بر سر مزار حسین حاضر میشن، اونجا در واقع پیمان میبندن، میگریند و عزاداری بسیار ساده انجام میدن. اما اشاره کردن که نخستین مراسم عزاداری عمومی در حدود سال 352 به فرمان معز الدوله، یکی از در واقع بزرگان و خلفای در واقع سلاطین آل بویه برگزار شد. هرچند آل بویه در زمانی بود است که خلافت عباسیان مستقر بود، خود عباسیان هم از بنی هاشم بودند، اما نخستین عزاداری عمومی رو به او منتسب میکنند که در سال 352 انجام داد. هرچند برخی از منابع رو ما میبینیم که نخستین گریستن و به نوعی عمومی کردن این مطلب به مختار ثقفی نسبت داده شد، یعنی او افرادی از عشیره خود، بستگان خود، موالی خود رو مأمور کرد که در سطح شهر برای حسین گریه بکنن، احساسات رو تهییج بکنن. و خب بعید نیست که شخص مختار به سبب آن اندیشه‌ای که داشت و به دنبال ادعای خونخواهی حسین بود تا قیام خود رو بر اون پایه قرار بده، دست به چنین اعمالی هم بزنه. ضمن اینکه ما اگر فرصتی بشود و در مورد تاریخ زندگانی مختار هم بحث بکنیم، خواهیم دید که او از این ابزارها استفاده میکرد برای در واقع تحریک احساسات، افکار و امیال عمومی افراد. در این میان آنچه که مهم هست، در قرون چهارم و پنجم افرادی وجود داشتند که به اینا فضائلیان میگفتند که بیشتر اهل تسنن بودند، یعنی در فضیلت های شیخین همچون ابوبکر و عمر مطالبی رو ذکر میکردند. در این زمان شیعیان هم با تأسی از این مطلب افرادی رو برکشیدن به نام مناقبیان که سعی میکردن در مدح و مناقب ائمه شیعه و به خصوص حسین ابن علی مواردی رو ذکر بکنن به شکل عمومی. در مورد عاشورا و وقایع اون، شعرای بسیاری هم سعی کردن این وقایع رو به نظم در بیاورن. در واقع کسائی مروزی رو شاید بشه آغازگر مرسی سرائی فارسی برای حسین دانست. در واقع افرادی مثل کسائی، دوامی رازی که مرسیه هایی در مورد وقایع عاشورا گفتن، سنایی غزنوی، سلمان ساوجی و حتی خاجوی کرمانی رو میتوانیم نام ببریم. حتی در دیوان شمس برای مولانا هم به نوعی اشعاری برای حسین ادعا شده، هرچند صحت انتساب این اشعار به مولانا مشخص نیست. از جمله اون ابیات معروف این در واقع شعر و غزلی که میگوید کجایید شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلایی، در واقع منتسب به مولانا شده است. در دوره صفویه خب طبیعی بود با توجه به
گرایش این حکومت به اهل تشیع و امامان شیعه، همه دستگاه های حکومتی چه در زمینه حدیث، تاریخ، اشعار بر این شد که بتوانند مقام حسین رو بر بکشن. نوع داستان ها به نحوی باشد که نشان حقانیت شیعه باشه. برای همین افرادی مثل محتشم کاشانی، وصال شیرازی، سبای کاشانی، سروش اصفهانی و بسیاری از افراد دیگر سعی کردند به نوعی اشعار حماسی و عرفانی نسبت به این مطالب داشته باشه. که شاید بزرگترین اونها رو ما بعدها میبینیم که امان سامانی تحت عنوان گنجینه اسرار داره، که یک مثنوی تقریبا 810-12 بیتی در مورد مسئله مربوط به عاشورا نوشته که جنبه حماسی و عرفانیش برجسته است و از نظر تاریخی فاقد اعتبار. اشاره کردیم که در زمان صفویه با استفاده از همین کتاب روزت الشهدا که اندکی قبل از این حکومت نوشته شده بود، مجالس روزخانی به راه افتاد. خب طبیعی بود نوح خانی و مسائلی به راه افتادن دستجات و در واقع افرادی که مناقب این امامان رو فریاد بکشن و آرام آرام ابزارهایی مثل علم و کتل و اسب و تبل و بسیاری از این امور هم مرسوم شد. اما نکته این هست که ما بعدها در زمان حکومت قاجار، با توجه به اینکه اونها هم به نوعی حکومت شیعی بودن، همواره در صدد برکشیدن امامان شیعه بودن، اموالی رو برای قبور این افراد اختصاص میدادند، برای زریح و گنبدهای اینها طلا و جواهراتی رو میفرستادند، ما افرادی رو میبینیم که به نوعی در تعزیه و شبیه خانی و بسیاری از این امور دستی به کار بردن. افرادی مثل فاضل قمی که از مجتهدین دوره قاجار بود، شاید جز اولین کسانی است که حکم جواز شبیه خانی رو صادر میکنه و اشاره میکنه که این جزء بزرگترین مجاهدت هاست. حتی تعزیه نامه هایی سروده شد که شاید معروفترین اون یا ابتدایی ترین اون مربوط به میرزا محمد تقی نوری از مجتهدین دوران فتلی شاهی باشه و بعدها ما میبینیم که بسیاری از افراد دیگر با اقتباس از این در واقع نوح خانی ها، مدایی ها، این مطالب رو برکشیدن. در زمان حکومت جمهوری اسلامی هم ما میبینیم که بسیاری از ریتم ها، آهنگ ها سعی شده به روز رسانی بشه و به نوعی به مردم عرضه بشه. اما تا چه اندازه این عزاداری ها مورد قبول روایات اسلامی، مورد قبول امامان شیعه و اصولا مورد قبول مذهب شیعه می توانند باشد؟ یعنی نقش اصالت دینی اون تا چه اندازه هست؟ ما طبق روایاتی که ما نشان خواهیم داد، سعی خواهیم کرد یک بررسی اجمالی هم نسبت به این مطلب داشته باشیم تا ببینیم این بازی هایی که امروز به راه افتاده و بعضن اعمال بسیار شنی و مشمئز کننده ای هم از سوی هواداران و پیروان و شیعیان این امامان انجام میشه، تا چه اندازه با مبانی مذهبی اینها هم